Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men valah mabad. Binandigan aziz ve arjuman de şebeke canlı şarjı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ba barname adab ibadet der khidmet şuma izan hastam. Mowzu barname imruz dar murid adab isti'zan ya talab ijaze ve varid shudan be manzil hast. Vaqti ke یکی از ما میخواد وارد خانه کسی بشه، چه آدابی لازمه که انسان رعایت بکنه، چه کار باید بکنه؟ دین مبین اسلام دینی است که به تمام جوانب زندگی اهمیت داده و ما مسلمانان رو راهنمایی کرده. چون ورود به منزل و خانه دیگران حرمت خاصی در اسلام داره، دین مبین اسلام قوانینی و آدابی رو وضع کرده که هر انسان مسلمان باید اون رو رعایت بکنه، تا اینکه خدای ناکرده هیچ گونه خللی در این تعامل بین افراد جامعه ایجاد نشه، یا اینکه خدای ناکرده ناموس دیگران مورد تعرض و دید قرار نگیرد. خداوند کریم در قرآن مجید این حکم رو صادر کرده و آیات رو نازل کرده که هر انسان مسلمانی وقتی میخواد وارد خانه کسی بشه باید اول اجازه بگیره و بعد از اجازه گرفتن سلام بکنه. حالا ما آدابی که باید انسان مسلمان رعایت بکنه، اولا یکی از آداب داخل شدن به خانه و منزل دیگران اجازه گرفتن هست، استئذان بهش میگن، یعنی اذن دخول، اجازه داخل شدن به خانه. یعنی قبل از اینکه شما وارد خونه کسی بشید حتما باید اجازه بگیرید و شایسته انسان مسلمان نیست که وارد خانه کسی بشه بدون اجازه گرفتن. خداوند میفرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگز وارد خانه دیگران نشید مگر اینکه اجازه بگیرید قبل از وارد شدن. حالا بعضی وقتا هست که انسان هایی هستند که بدون گرفتن اجازه وارد خانه دیگران میشن و این از نظر شرعی حرام از درست نیست. ممکنه صاحب خانه در حالتی باشه که نمیخواد شما او رو ببینید، پس باید قبل از وارد شدن در بزنید، اجازه ورود بخواهید. تا به شما اجازه داده نشده شما حق وارد شدن به خانه دیگران ندارید، چون این یک حرمت شرعی است. ورود به منزل دیگران، ورود به خانه دیگران بدون اجازه جرم است. و از دیگر آداب وارد شدن به منزل دیگران یا خانه، سلام کردن قبل از وارد شدن است. خداوند می‌فرماید: حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها و تسلموا علی اهلها. پس مسلمان قبل از وارد شدن به خانه سلام میکند، قبل از اینکه وارد خونه بشه سلام میکنه. در روایت آمده که شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اجازه گرفت در حالی که رسول در منزل بود و اون شخص گفتن الجو، یعنی وارد بشم. پیامبر علیه السلام به خادمش دستور داد که اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام علیکم اعدخل فسمعه الرجل فقال السلام علیکم اعدخل فاذن له النبی صلی الله علیه وسلم فدخل. این شخصی که اومد دم در خانه رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اینو گفت که من وارد بشم، پیامبر صلی الله علیه و آله به خادمش گفت که برو بهش یاد بده که چگونه باید وارد بشه. اولا بهش بگو که
یادش بده که استئذان و طلب اجازه گرفتن و وارد شدن به خانه چیه. اولا بهش بگو السلام علیکم، اول سلام بکن، بعد بگو ادخل، آیا من وارد بشم یا نه. اون شخص شنید وقتی که رسول الله اینو به خادمش گفت و گفت السلام علیکم ادخل، سلام و درود خدا بر شما باد، آیا من وارد خونه بشم یا نه، پیامبر اجازه داد. پس این آداب اسلامی است و این ادب استئذان هست و ادب وارد شدن به خانه دیگران. از دیگر آدابی که خیلی مهمه و بسیاری از ما ممکنه اونو ندونیم اینه که شخصی که داره در خونه دیگران رو میزنه اولا اسم خودش رو بگه و دیگران رو خودش رو به دیگران بشناساند. مثلا اسمش بگه و اگر صاحب خونه بهش گفت که تو چه کار هستی؟ تو کی هستی؟ نگه که من هستم بلکه بگه من فلانی هستم، مثلا من محمد پسر فلانی هستم یا من احمد پسر فلانی هستم. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که جابر اومد دم در رسول خدا صلی الله علیه و سلم و در زد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن کیه در میزنه؟ جابر گفت من، اسمش نگفت من. پیامبر اساسا فرمودن انا کانه کرها، انگار رسول خدا از این کلام و از این سخن خوشش نیومد که فلانی بگه من هستم. خب من هستم کی؟ کسی نمیشناسه، من هستم. وقتی من مثلا میرم جای در میزنم به من میگن شما کی هستید، من میگم من. خب من کی؟ شما باید خودت رو به طرف بشناسانی تا اون طرف شما را بشناسد که بتونه در باز کنه برای شما، خصوصا امروزه که چقدر اتفاقات ناگوار داره میفته، چقدر ممکنه ناموس ها، چقدر اموال دیگران، چقدر حرمت ها به خاطر همین شکسته میشه. از روی ندانمکاری، از روی جهالت، از روی نادانی اتفاقاتی میفته بدون اینکه طرف بفهمه کی پشت دره و کی در میزنه، در یک ها باز میکنه، یه بار باز میکنه و اتفاقات ناگوار میفته. دزدی میشه، تعرض به ناموسی دیگران میشه، اتفاقات ناگوار میفته، ممکنه گروگانگیری میشه، افراد دزدیده میشن از دم در خونه. خب اینها اتفاقاتی که اسلام 1400 سال قبل به ما تعلیم داده که چگونه باید باشیم و چگونه برخورد بکنیم با افرادی که میان در میزنن. تا تحقیق نکردی و نمیفهمی که فلانی کیه، در باز نکن. خصوصا امروزه که این اتفاقات ناگوار روزانه ما در اخبار و جرائد میشنویم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم از این سخن جابر خوشش نمید که انا من. خب من کیه پس؟ پس باید انسان خودشو معرفی بکنه به صاحبخانه تا صاحبخانه بفهمه و او رو بشناسه. از دیگر آدابی که باز بسیاری از ما رعایت نمی کنیم اینه که انسانی که میره دم در خونه دیگران و در میزنه مقابل در نیسته. مقابل در ایستادن اینه که به مجردی که در باز شد کل خونه پیدا میشه و در دید اون زائر و اون کسی که به حساب مهمان هست قرار میگیره و ممکنه که خلاصه چشمش به ناموسی دیگران بفته، چشمش به حالتهایی بفته که کسی راضی نیست که او رو در چنین حالتهایی دیده بشه. پس هرگز مقابل در نیستید، یا طرف راست بیستید یا طرف چپ، تا اینکه وقتی در باز میشه محیط خانه از دید شما پنهان باشه. این پس یکی دیگر از آدابی است که حتما باید رعایت بشه. کسی که طلب اذن میکنه و طلب ورودی به خانه دیگران میکنه مقابل دروازه نیسته، بلکه یا از طرف راست یا از طرف چپ بیسته تا اینکه چشمش به ناموسی دیگران نیفته. و به همین خاطره که شریعت اسلامی استئذان یا طلب اذن و طلب ورودی به خانه رو
شرع کرده و وضع کرده. به خاطر همون دید هست، به خاطر چشم هست. عبدالله ابن باسر میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركن الايمن او الايسر. عبدالله ابن باسر میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که میخواست وارد خونه کسی بشه یا میومد خونه کسی که در بزنه، هرگز مقابل در نمیستاد، بلکه یا از طرف راست میستاد یا از طرف چپ و می گفت السلام علیکم، السلام علیکم، سلام می کرد. پس این گونه باید ما این ادب رو رعایت بکنیم، این ادب اسلامی رو. از دیگر آداب اجازه گرفتن برای ورود به خانه دیگران اینه که انسان دروازه رو سه بار بزنه، دروازه رو سه بار بزنه، یعنی حالا یا زنگ خانه است یا به حساب دروازه، یا حالا امروزه که دیگه مثل قدیم نیست که به حساب یا با سنگ میزدن یا چیزی داشت خودش میزدن، نه امروزه همه زنگ هست. زنگ زدن سه بار زنگ میزنی. پس زدن در یا زنگ زدن سه بار باشه، اگر جواب دادن فبها، و اگر جواب ندادند دیگه شما انصراف بدید و برید. شریعت سه بار وضع کرده که شما زنگ بزنید. اگر در باز شد شما میفرمایید داخل، و اگر در باز نشد دیگه شما باعث اذیت و آزار اهل خانه نشید. زیرا سه بار در زدن به خاطر چیه؟ این که دروازه ای اولین بار وقتی زده میشه انسان میشنود، دومین بار که زنگ زده شد آمده میشن طرف، و سومین بار اجازه میدن. زنگ اول انسان میشنوه، زنگ دوم خب تو راه داره میاد مثلا، زنگ سوم هم چیه؟ اجازه به شما داده میشه. اگر به شما اجازه نداده شد و کسی نیومد پشت در هنگام زدن زنگ سوم، بر میگردی. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. اگر یکی از شما سه بار زنگ زد و سه بار اجازه گرفت و به او اجازه داده نشد، پس برگردد. دیگه لازم نیست که، بعضی هستن که دیگه دست میذاره رو زنگ، اینقدر زنگ میزنه که اعصاب آدم داغون میشه، انگار طلبکاره، پشت در اومده. یا بعضی هستن که دیگه ول نمیکنه، مرتب زنگ میزنه، حالا یا دروازه خونه میزنه یا زنگ تلفن میزنه پشت سرم، یک بار دو بار سه بار زنگ زدی خلاص تمام شد، وقت شما تمام شد، دیگه لازم نیست اصرار بکنید. از دیگر آدابی که انسان باید رعایت بکنه، زدن دروازه به آرامی باشه، نه اینکه شما بخواید انگار طوری در میزنید که میخواید در از جا بکنید. زدن دروازه به صورت وحشتناک یا با تندی باعث میشه که اهل خانه حقیقتا یه مرتبه ممکنه خواب باشن، از خواب بپرن، یا اینکه باعث ناراحتی بشه، یا اینکه زنگی که میزنه پشت سرم دید دست از روی زنگ بر نمیداره. بعضی عادت داره اینطوری هستن، این درست نیست. حتی اگر صاحب خونه تو خونه باشم، شما اجازه ندارید این گونه برخورد بکنید و این گونه زنگ بزنید، زیرا انسان حقیقتا دچار ترس و وحشت میشه، ممکنه خیال بکنه اتفاقی در افتاده یا اتفاقی افتاده. میگه در زمان امام احمد خانومی اومد خونه امام احمد و در زد، در خونه رو زد، و دری که یعنی به صورت وحشتناک و با تندی، و این زن میخواست که
از امام احمد در مورد مسئله سوال بکنه. امام احمد بگه اومد بیرون و اینو میگفت که هذا دق الشرط، این دروازه که شما دارید میزنید مثل دروازه کسی است که پلیس اومده دم در خونه کسی اینطوری در میزنه. یعنی انسان باید با آرامی زنگ بزنه، با آرامی در بزنه، نه طوری که باعث وحشت اهل خانه بشه. پس زدن در باید به آرامی باشه، به تندی نباشه. از دیگر آداب زنگ زدن و اجازه خواستن اینه که ما گفتیم سه بار شما اجازه داری زنگ بزنید و سعی کنید بین این سه باری که شما زنگ بزنید فاصله بندازید، پشت سر هم نباشه. مثلا شما دست زدید روی زنگ زدید، مهلت بدید یه دو دقیقه مهلت بدید، بعد بار دوم زنگ بزنید تا اینکه اهل خانه فرصت آمادگی داشته باشند یا فرصت درباز کردن داشته باشند و دروازه زدن پشت سر هم نباشه. مهلت بدید، یه دو دقیقه فاصله بندازید بین هر در زدنتون. از دیگر آداب اجازه خواستن اینه که انتظار کشیدن یا منتظر بودن اجازه هست. وقتی شما در زدید، دروازه خونه رو به صدا در آوردید، منتظر اجازه صاحبخانه باشید. اگر به شما اجازه داده شد وارد خونه میشید، وگرنه منصرف میشید و برمیگردید تا اینکه سبب احراج اهل خونه نشید. ممکن اهل خانه در حالتی باشن یا طوری باشه که نمیخوان کسی متوجه حالت اونها بشه، یا در حالتی هستن که نمیخوان کسی اونها را در اون حالت ببینه، و شما هم که طلبکار نیستید که حتما باید وارد خونه بشید. من امکان نداره که این ساعت یا این وقتی که شما اومدید من از شما استقبال بکنم، در حالتی نیستم که بتونم استقبال بکنم. ممکنه در خونه چیزی نداشته باشم یا خونه وضعیتی داشته باشه که من نمیخوام مهمان ناخوانده بیاد و این حالت من رو ببینه. پس ما باید همیشه برای برادر مسلمان خود عذر تراشی بکنیم، نه اینکه صد تا بعد و بیران بهش میگیم فلان فلان شده، من رفتم در رو برای من باز نکرد، تو خونه هم بود و در باز نکرد. طلب که نداری، ممکنه حالتی باشه که نمیتونه در باز بکنه. پس ما باید مراعات حال دیگران رو بکنیم. انشاءالله که خداوند به همه توفیق بده که راه دین باشیم، نه هوا و هوس نفس خود. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.